این راهپیمایی یک دعوت به اسلامه، دعوت بشریت به اسلامه و دعوت همه مسلمین و بشریت به تشیعه. این راهپیمایی دعوت به امام حسینه، دعوت به قرآنه، چون تو دنیا نظیر نداره. اگه دنیا چشم داشته باشه، چشماش متاسفانه دست دشمنه، اینا چشماشونو چشمای دنیا رو میبندن روی این حادثه و ما باید خیلی تلاش کنیم از طریق این فضای مجازی اینا که خیلی قابل کنترل برایشون هنوز نیست، اینو منتقل کنیم اصلا ببینن. من میگم اصلا توضیح نمیخواد، فقط نشون بدید به دنیا که 20 میلیون آدم راه افتادن پیاده تو این وضعیت عراق دارن میرن، اصلا خودش سوال ایجاد میکنه. دنیا میگه چی اینا عاقلن دیوونن، چی میگن اینا، کجا دارن میرن؟ این سوال خوبی، یک جرقه ای، اگر ما درست این لحظه رو درست دریافت کنیم، از این جرقه میتونیم یک انبار آتش درست کنیم، میتونیم این جرقه رو بندازیم به انبار کاه همه مستکبران جهان. این جرقه بود، اگر درست این جرقه رو باید جهانیش کنیم، از این جرقه انقلاب میاد بیرون. اصلا انقلاب ما انقلاب 40، انقلاب امام حسین بود. حالا اونا که سنتون جواب نمیده بدونید تو انقلاب اولین باری که هم شاه هم آمریکا تو اسناد دانه جاسوسی هم هست ترسیدن و فهمیدن دیگه دارن میرن، راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود. تا قبل از او هنوز به این محاسبه، به این جنبندی نرسیده بودن. راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود که هم شاه یه مرتبه ترسید، فهمید داره کار تمام میشه، هم تو اسناد لانه هم من خودم اینو دیدم. بعد از محرم 57 اینا گفتن دیگه ما داریم شکست میخوره. این انقلاب تو جنگ من میتونه بود، باز اونایی که سنشون اجازه میده، ما تو زمان جنگ یک عملیات نداشتیم که به اسم امام حسین نباشه. یک عملیات نبود که شب عملیات بچه ها اسم حسین رو نبرن و نرن. ما انقلابمون، پیروزی های جنگ رو همش مال امام حسین بود. لبنان ضرباتی که به اسرائیلیا خورد از امام حسین بود. انتفاضه فلسطین الهام از حزب الله لبنان بود، کار امام حسین بود. قضایای عراق و سوریه همینطوره. امام حسین آقا داره دنیا رو به هم میرزه، امام حسین داره دنیا رو به هم، یک آتشی روشن کرده تو کربلا، خاموش نمیشه، خاموش نمیشه، یه خونی ریخ شسته نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن تو سخنرانیشون، فرمودن خونی ریختید که دیگر پاک نخواهد شد. و شیعه نگذاش 1400 سال شیعه نگذاش خونو بشورن بگن کو، خبری نیست، چیزی نبود، سوء تفاهم بود. اگه این عزاداری ها و گری ها و اینا نبود، الان تو تاریخ ها نوشته بودن که بله، ما پیغمبر یک سبت النبی هم بود، یک پسری داشت، ایشون وسط مراسم حج معلوم نبود به یک دلیل شخصی، اینها مزاجشون ناراحت بود، حالشون خوش نبود، سرطانی داشتن، چیزی بود، اینا از جمع جدا شدن، کسی هم نفهمید کجا رفتن و اینا. همین بود تاریخ، همینو می نوشتن. چون که الان اکثر مسلمین نمیدونن قضیه کربلا، هنوز نمیدونن بعد 1400 سال نمیدونن چی بوده. اندونزی من یک سفری بود، دیدم یک شهری که همه برادران اهل سنت دهه اول عاشورا 10 روز اینا مراسم میگیرن به نام مراسم تابوت، همه سنی شافعی، 10 روز تو هوای گرم اندونزی تو این شهر، هزاران، ده ها هزار، بلکه شاید چند صد هزار جمعیت، خیلی عظیم، میان بیرون تابوت رو دوششون میگیرن و عزاداری امام حسینه. ولی هیچ کدوم نمیدونستن چیه این قضیه. من ازشون پرسیدم این تابوت چیه قضیهش، گفت ما نمیدونیم، ما هزار سال همین کار رو میکنیم، این روزای خاص یک تابوتی برمیداریم و گریه میکنیم و اینا. مردم عادیش نمیدونستن چیه. الان توی چند سال اخیر که مثلا دیگه درفتن از علما و اینا، از بهشون گفتن بابا این قضیه امام حسین بچه پیغمبره، این عاشوراست، محرم، تازه دارن
بعد میگفت جمعیتی که برای این مراسم میاد بیرون، برای هیچ رئیس جمهوری اینقدر جمعیت نمیاد بیرون. اگه الان میگن رئیس جمهور و فلان نا شخصیت آمدن، توی هوا یک هزارم این جمعیت اصلا نمیاد، محل نمیذاره، ولی اینا میان. امام حسین داره کارشو میکنه. حالا این بحث جهان، مسئله جهانی بودن عناصر اصلی برای یک فرهنگ لازمه تا بتونه تمدن ساز باشه. اگه یک مکتبی عناصرش محلی است، این تمدن سازی نمیتونه بکنه. اگر قومیتی باشه نمیتونه. حتی اگر محدود فقط در یک مذهب باشه، یعنی خطاب انسانی نداشته باشه، نمیتونه تمدن سازی کنه.